دقایقی از زندگی خصوصی امیر محمد زند، از ماجرای بازداشتش و متهم شدن به قتل تا ماجرای دفن پدرش توی کربلا و همینطور ازدواجش در ایتالیا با یه خانم ایتالیایی که خودش میگه جادوگر بوده. با ما همراه باشید، ناگفته‌هایی از زندگی این هنرمند رو با هم مرور میکنیم. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. امیر محمد زند متولد 1 مهر ماه سال 1357 در شهر تهران هست. ایشون فارغ التحصیل لیسانس رشته کارگردانی سینما از دانشگاه لاس پیرز ایتالیا و مهندسی شبکه‌های رایانه‌ای هست که سال 76 در 19 سالگی برای اولین بار جلوی دوربین رفت. اون فرزند دوم خانواده‌شه و یه برادر بزرگتر از خودش و یه خواهر کوچیک‌تر داره. پدرش مهندس نقشه کشی بود که چند سال پیش متاسفانه از دنیا رفت که مرگش هم داستان جالبی داره که در ادامه بهتون میگم. مادرشون هم در حال حاضر در قید حیات و خانه داره. در مورد اینکه چطور بازیگر شد خودش تعریف میکنه که من در استودیو بدی یا همون مرکز خدمات صنایع فیلم ایران کار میکردم. تو اون مکان با آدم های سینمایی زیادی ارتباط داشتم و آدم های زیادی می اومدن و می رفتن. سال 80 وقتی که 23 ساله بودم به مدرسه آزاد بازیگری رفتم و برای اولین بار به آقای کیانوش عیاری معرفی شدم و نقش کوتاهی رو در سریال هزاران چشم ایفا کردم. فعالیت حرفه‌ای امیر محمد زند رو می تونیم از سال 81 با سریال نسیم رویای کاظم بلوچی بدونیم. بعد از اون هم سال 84 امیر محمد زند در سریال او یک فرشته بود هم ایفای نقش کرد که خیلی مورد توجه قرار گرفت. اولین حضور امیر محمد زند در قاب سینما مربوط میشه به سال 84 و فیلم سینمایی تقاطع ابوالحسن داوودی. اون بعد از این در فیلم روشنک و اتوبوس شب هم حضور موفقی داشت. امیر محمد زند برعکس اکثر بازیگرها که میگن برای اینکه نقشمون رو خوب ایفا کنیم درگیر نقش میشیم و توش فرو میریم، میگه من اصلا بازیگری نیستم که با نقشم زندگی بکنم یا خودمو بخوام درگیر اون بکنم. به نظرم میشه دقیق‌تر هم به نقش رسید، منتها به این شرط که بازیگر فایل عظیمی از شخصیت‌های مختلف رو در پس ذهنش داشته باشه تا در مواقع لزوم به اونها مراجعه بکنه. امیر محمد زند در بین کارگردان و هنرمندان ایرانی عاشق مهدی فخیم‌زاده است و میگه به نظرم فخیم‌زاده تو کار خودش استاده و همکاری با این کارگردان که خودش میدونه چی میخواد بسیار شیرین و لذت بخش هستش برای هر بازیگری. امیر محمد زند به خاطر فیزیک و چهره‌ای که داره معمولا نقشای آدم‌های مثبت رو بازی میکنه، ولی خودش میگه علاقه زیادی داره که نقش منفی رو بازی بکنه. دلیلش هم اینه که به نظرش نقش‌های منفی معمولاً توی سریال‌ها بیشتر دیده میشن و بیشتر مورد توجه قرار میگیرن و همین باعث میشه که بازیگر جای کار بیشتری داشته باشه. امیر محمد زند به واسطه تحصیلش سال‌ها در کشور ایتالیا زندگی و تحصیل کرد. اون سال‌ها در روم زندگی میکرد و به خاطر اینکه توی این شهر زندگی میکرد خیلی از غذاهای ایتالیایی رو خیلی خوب بلد درست بکنه. اون توی این کشور غذاهای دریایی، میگو، پاستا و پیتزا و غذاهای مختلف رژیمی رو برای خودش درست میکرد و از همون زمان آشپزیش خیلی خوب شد. اما مهمترین و جنجالی‌ترین اتفاقی که توی دوران زندگی امیر محمد زند افتاده مربوط میشه به دوران سربازیش و ماجرای متهم شدنش به قتل. خودش تعریف میکنه که سال 76-77 سربازی میرفته. توی سربازی که در پادگان اردکان یزد در سپاه پاسداران بوده اتفاق عجیب غریبی که مثل فیلم بود برای امیر محمد زند رخ میده. توی اون دوران یکی از همخدمتیهاش به خاطر افسردگی شدیدی که داشته دست به خودکشی میزنه و با یه تفنگ خودش رو خلاص میکنه و چون اسلحه‌ای که اون باش خودکشی کرده بود متعلق به امیر محمد زند بود اون متهم به قتل میشه. خودش تعریف میکنه که توی اون تایم هیچ کی قبول نمیکرد که اون سرباز رو
امیر محمد نکشته و همه شواهد هم بر علیهش بود و مدت ها توی بازداشت بود تا در نهایت همه فهمیدن ماجرا چیه و از این طریق تبرئه شد و آزاد شد. سریال به دنیا بگویید بیستد که امیر محمد زند در کنار حامد کمیلی توی اون بازی میکرد داستان همین اتفاقی است که برای امیر محمد زند افتاده و خودش میگه این فیلم و سریال رو از روی زندگی واقعی اون ساختن. خیلی از طرفدارای امیر محمد زند معتقدن که امیر محمد زند علاوه بر این که چهره و فیس خوبی داره خیلی خوشپوش و خوشلباس و خوشتیپ هم هست. خودش در این باره میگه از یه سالی به بعد دقتش توی انتخاب لباس و لباس پوشیدن بالا رفت. حوالی 20 سالگی بود که لباس خوب پوشیدن برایش خیلی مهم و جدی شد. قبل از اون زیاد دقت نداشت و هر لباسی رو میپوشید، ولی بعد از اون دقتش بیشتر شد و از اون موقع حداقل از دید نزدیکان فرد خوشپوش و خوشتیپی به نظر میرسید. جالب بدونید که امیر محمد زند اصلا دوست نداشت بازیگر بشه و توی کودکی آرزوش این بود که یه روز خلبان بشه، ولی خب روزگار اون رو به سمت دیگه‌ای کشوند و اون به سمت بازیگری کشیده شد. امیر محمد زند با اینکه 45 سال سن داره ولی هنوز به صورت رسمی ازدواج نکرده، ولی خودش توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت گفته که توی دورانی که در ایتالیا دانشجو بود با یه خانومی نامزد کرد و دوست داشتن با هم ازدواج بکنن، ولی خب بعد از رفت و آمدهای زیادی که با این خانوم داشت متوجه شد اون جادوگر هستش. یه بار که به خونه این خانوم رفته بود دید کلی اشیای عجیب غریب تو خونه هسته و کلی هم دعا و ورد و جادو جلوی امیر محمد زند میخوند. همین شد که امیر محمد زند از اون خونه فرار کرد و دیگه همون دختر ایتالیایی رو ندید. و شاید دلیل مجرد موندن امیر محمد هم همین خانوم بوده. پدر امیر محمد زند متاسفانه چند سال پیش از دنیا رفت. بعد از سکته قلبی و فوت ناگهانی پدرش، با توجه به اون که اون از عاشقان امام حسین بود و همیشه توی ایام محرم تکیه داشت و مراسم عزاداری برگزار میکرد، بنا به وصیتش پیکرش رو از تهران به شهر کربلا منتقل کردن و در نزدیکی حرم امام حسین به خاک سپرد و الان قبر پدرش توی شهر کربلا یک کشور عراق هستش. خب رفقا، ممنون از همراهیتون با این ویدیو. حتما نظراتتون رو راجع به حواشی و اتفاقاتی که برای امیر محمد زند توی زندگی شخصیش افتاده تو بخش کامنت ها برای ما بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.